سلام، این خودرو مانیان ترا هستش. خودرویی که توسط مانیان خودرو داره عرضه میشه، بهش میگن نیسان ترا خیلیا، چون که پلتفرم مشترک نیسان ناوارا داره. خیلی از قطعاتش هم با نیسان یکی، حتی چراغاشو ببینین روش لوگو نیسان هم خورده و این پلتفرم همون پلتفرمیه که مرسدس ایکس کلاس هم حتی رو همین پلتفرم پیاده سازی شده بود. ولی خب موتور این ماشین فرق میکنه. موتور نیسان در اصل 2.5 لیتری اتمسفریک بود، ولی این موتور 2 لیتری توربو شارژ. طراحی خودرو باید بگم تو سال 2018 معرفی شد. خودرو فقط تو چین و تایلند داره تولید میشه. از نظر طراحی مخصوصا عقبش باید بگم شاید همپای خودرویی که الان توی بازار جنگ دار عرضه میکنن نیست، ولی خب خیلی هم بد نیست. واقعا فیس خوبی داره، فیس مدرنی داره، مخصوصا تو بازار ایران که خیلی حالا بازار بزرگ و متنوعی نیستش. زاویه ورود و خروج خوبی داره. زاویه ورودش عین تویوتا لندکروز سری 200 و حتی باید بگم زاویه خروجش از لندکروز هم بهتره. سیستم های تعلیقش جلو جناقی دوبله، عقب مولتی لینک، ترکیبی که توی پرادو یا حتی لندکروز هم می‌بینیم تقریبا با همون دید اومده تعلیق ها رو استفاده کرده. نکته مثبت این ماشین اینه که هم قفل دیفرانسیل مرکزی داره و هم قفل دیفرانسیل عقب. عقب ماشین رو ببینیم باید بگم نسبت به جلوش یکم قدیمی تره، جلوش یکم مدرن تره به نظرم، ولی خب فیسی هستش که توی آسیای شرقی کماکان طرفدار داره و حتی جالب بدونین توی خود بازار چین این خودرو به عنوان نیروی پلیس هم استفاده میشه. با وجود اینکه خیلی از قطعات ماشین برای نیسانه، ولی خب موتور ماشین نیسان نیست. موتور 2 لیتری توربو شارژ 228 بخار و 360 نیوتن متر، گیرباکس 8 سرعته AT که البته باید بگم اگر موتور 2.5 اتمسفری که نیسان اصلا روی این ماشین نصب میشد استانداردهای آلایندگی ایرانو نمیتونست پاس بکنه و فعلا این موتوری هستش که قرار روی مانیان ترا نصب بشه برای بازار ایران. طراحی داخلی ماشین باید بگم که نسبتا خوبه. پشتش آنالوگ و دیجیتال ترکیبی، اینجا یه صفحه نمایش دیجیتالی داره که به زودی بزرگتر و عمودی میشه. اوتو هولد داره، اوتو استارت حساب داره، از اینجا میتونید ترانسفر کیس رو فعال بکنین یا قفل دیفرانسیل عقب رو فعال بکنین. شارژ وایرلس موبایل داره، سانروف و البته تنظیم صندلی جلو به زودی قرار برقی هم بشه. الان که داریم این فیلم رو ضبط میکنیم هنوز قیمت نهاییش مشخص نشده، ولی حدود 3 میلیارد تومان قرار به بازار عرضه بشه. خودرو در صورت ماشین ارزونی نیست، ولی خب شاسی مستقله، امکانات خوبی داره، قابلیت آفرود خوبی داره، ولی خب باید ببینیم توی این رنج قیمت آیا میتونه تو بازار ایران موفق باشه یا نه.